پشت سر دارم هول میدن، من خودم که اسپیشال دارم تن میشم. یکی نیست این آقای راننده بگه من که مجبوری اینها مسافر سوار کنم. اتوبوس اسپیشال میدی داری میکره که بابا جان خوب تحصیله عمومه حیل دیگی همه میخوام به موقع سر کارتون برسن. آقا بابا اونجا اتوبوس نیست ماشاءالله ماشین بوشته. آقا هوای منم داشته باشی من قد پیشان نیاری من دارم از پنجره پرد میشم تو خیابون. برو خدا رو شکر که کلد از پنجره بیرونه لاغل یه هوای تازه میخوری ما پدرجون پدرجون اون کتاب تو بگیر پایین چونم اون سراخ کرد. کتاب ندارم پدرجون. بس این چیه دستت هیچ میخوره به چونه من؟ ولی وقتی من زواجو دارم یه جبه گم کشم بود از من شما بیشان رو بودی یالا بسه کتاب شده. اینجا رو این آقا رو نگاه کنید ماشاءالله انقدر قدش بلنده که سرش رسیده به طاق ماشین. راست میگی ها چی قد داره ماشاءالله قد بلند کدومه قربونه کون برم بدبخت میون زمین و هوا زیر کرد. آقا میدونی ساعت چنده؟ بابا خدا تو درد رو بیامرزه من میدونستم دستم رو بیارم بالا نوک دوالا مخارم دارم در میارم بابا دارم آن ندیم من دارم با پنجره میفتم بیرون آرنگ تو بعد من گیر گیا بلنده با شما هستم های این جناب های موسیقی بقل بندی چیز های آقا رو اول بگو خود من این بالا چی کار میکنم سابره تو پاها آقا پاس آلو پای بای مالو آبا پای من نیست بابا جانو آقا شما پاس بردار پای من که اینجا جای میلا آجی نده با کسی کاری نداره این پای چی رو پای ما بایده حتما بیست صحابه نمیدونه ما رو ببارینه بابا جو مطمئنم پای من نیست پای چیه تو من یک جات با هم تو جیب این آقا چیزی بغل امه چیزی گشتم روشونه آقا خوبونه خیلی خوب الان میفهم این پای چیه. آها بس این پای شما سده شما که دو بس اون طرف های بس دید چطوری پا تو باری اونجا آقا بیه اصاب کرد یک گم گره من وقت یه پا مشرق یه پا مغربه نفهمیدم با تو مقا در یه عدایی مو دریاری بابا من چی کار دارم به شما گفتانه این مرتب چونت برای اون کاج بخونیم نه بابا نه دست این آقا از که پیشار میاری چون منو کج اینجا رو این آقا عطره کرد یک کمی جا با عطر شد بابا نه بابا اونی که پند داره آبیزون مرفتن تو خیابه دیده و دستگیره بالا همه خواست موجب تصویدمه بابا جانو نگاه کنیم رسیدیم به آخر خرد این بابا حیف شده تازه داشت بهمون خوش میگذشته این حفری امروز هم تموم شد خیلی حیف شد.
آره مالا ما تو خونه نمیخندیم، تو اتوبوس امروز خیلی خندیم. آره مالا ناراحت نباش، ناراحت نباش، باز فردا روز از نور، روزی از نور. آره ناراحت نباش، مگه باز فردا نمیخوای سوار اتوبوس بشین؟ آبا مالا رنج ازدواجمون شما رو ببرم شام در یک چیز، در یک رستوران. ننه قربان نظره چیه؟ مشقف جان تو چی مرد خوبی هستی که هنوز یادت سالگرد ازدواجمون. چه خونیم دیگه؟ ازدواج با یک افریت، یک پیشتر رو مگه میشه آدم از چیزش ببره، یعنی از یادش ببره؟ نه انصافم که نمیشه از یادش ببره. خب دیگه حالا به جای این حرفای سرکای چیز، یعنی سرکای قاض، بهتری که چیز کنی، یعنی حاضر بشی که بریم. باشه همین الان به سرعت لباس میپوشم. الان ساعت 7 بعد از ظهره، انشاءالله تا ساعت 11 شب چه چیز میشی دیگه، یعنی حاضر میشی که بریم. باز عجله کردی تا تو یه خورده جمع جور کنی برم حاضر. حاضر میگه عجله کرد. نگاه کن انگار یکی چیز خالی اون طرفه، یه میز خالی اون طرفه. منم دارم میبینم سوز باش بپرین بگیرم. برو بریم رسیدنتون به که جناب مسقف خوش آمدید. بفرمایید سر میز ما و بنده و سرکارلی خانم و سراب رو. جناب ملتحب و چیز یعنی بانو سلام عرض و سلام جمعه خیر، به عبارت دیگه بونسوار مونامی. بله بله فلواقع چه بون و سوار، فلواقع بون و سوار، چه جورم بون و سوار. بفرمایید اینجا آی گارسون، صندلی بیارید اینجا. اونان دو رخ فراموش کردم یادم رفت معرفی کنم، ایشون همسرم کوبی. از آشناییتون خوشبختم. خیلی خوشبختم. آمده چه چیز آمد جالبی، یعنی پیش آمد جالبی. اینه میگن بانشوان. بله 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 گویند علاوه بر بانشوان یک چیز دیگر میگن. تو یادت نیست کوبی جان؟ چرا میگن بومبست؟ بومبست که معنی کوچره میده. چیز عجیب غریبی. ببینم آقای مسقف، حال شما همون ننه قربان نیست که پارسال سیزه به در تو پارک شهر دو نوزه و سرکه میخواد؟ نه ایشون ننه چیز نیستن، ایشون مامیخوری هستن، یعنی همسر جدید. ها ها پسالا که این
اینطور شد اجازه بدید بندم عرض کنم که خانوم بندم آن خانوم سال گذشته نیستن، ایشون هم تعویض شدن. خانومی که پارسال هم دیگر ملاقات کردن ما نیستیم، دو نفر دیگر. بله کاملا صحیحه. خب همسر مهربان جدید پیش قضا چی میل میکنی؟ من و همسرم مامی چی؟ مامی خوری به مناسبت 20 و چندمین سال تولد اومدیم شام بیرون بخوریم و قصد داریم اول با چی چیز شروع کنیم؟ با چی؟ با سالاد فرم. ما باید اون حسشون برشید بگو ما سالاد سال میخوریم. آه بله همسر بنده سالاد سال دوست دارم. خب عزیزم قضا چی میل میفرمایید؟ بگم برات یه پیتر پینچ بیارم؟ تو خیال میکنم چیز کافی باشه چیز. یعنی جوجه کافی باشه. جوجه؟ آه ولی من مرغ میخورم که از جوجه بزرگتر. منم بگین خروس لاری بیارم که از مرغم بزرگتر. حالا که اینطوری میخوام بگین برای من یه پر شطر مرغ بیار. بله 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 شطر تو توی یه دیس بذارن مرغشم تو یه چی چیز سوا، یعنی یه دیس سوا. همینجوری بیکار نشینه، نگاه کن اینا خودشونه به رخ ما میکشن. نه ترس من بلدیم. پس یک آه دیگر. چقدر هوا گرمه، کاش که الان در ویلای خصوصیمون بودیم. آره بح راستی چه هوایی داره، مگه نکنی خانم؟ ما حتی به هوای طبیعی ویلامونم قناعت نمی کنیم، بلکه در اطراف باغمون چند تا کولر و پنجم کار بود. هوای خونه تو تبدیل. از اجازه بدید عرض کنم که کل خرابه بنده واقع در چیز ترین نقاط پس قلعه قرار داره. بله بله پس قلعه همون جایی که گردوهای بروشتی. بله و در اونجا یعنی در نوک کوه ما طوری با مسائل الکترونیکی هوا رو خنک کردیم که شبانه روز مثل چی چیز میلرزیم، مثل بی پی و ناچاریم برای رفع سرما چی چیز روشن کنیم. بخاری برزی. عجب عجب که این طور عجب واقعا عجیبه. ببینم کیست داره بوق میزنه؟ بوق ماشین 30-45 میلیونی منه، مثل این که به صدا در اومده. حکمن شوفرمونه که گوش نشده. کبی جان راستی گرسی گرسی یه دونه بره درسته براش ببر. معذرت میخوام خواهش میکنم. مثل این که این صدای سلیم و شرکی برکن به نظرم راننده و کمک راننده من گوش نشونه. باری دو پاس گوشتانه دو بربرم. خیلی دور برداشتن، یک کاری بکن. کوبی جان الان درستش. نه بله بنده علاوه بر راننده و کمک راننده دو کام راننده اضافات دارم. مگه نه شما به جای اتول شخصی تریلی 18 چرخ دارید؟ خانم ماشین ما یه جوریه که احتیاج به 4 تا راننده داره. تعجب میکنید اگر بگم که ماشین من علاوه بر راننده یه دونه چی چیز پیوترم داره. کامپیوتر یعنی همون چیز الکترونیکی پاوزاره. این مثل مغز الکترونیکیه. مشکل که شد دو تا
مغز الکترونیک چیه؟ ای بابا اونو بردی. بله عرض می کردم حسن این مغز الکترونیکی چیزه که وقتی شوفرم میره مرخصی خود ماشین به طور چیزماتیک یعنی اوتوماتیک چیز میره را میره. مگه نه ماما میگاری؟ آخه ببین اصلا مغز ماشین منو میشه تو مایتابه انداخت یا کسد ماخه. شوهرم آقای مزهر الحمدلله خودش مغزش از مغز الکترو چی چی که شما گفتین مغزش بهتر کنیده. احتیاج به این حرفا نداری. که چیز کنم یعنی استفاده کنم و کانال هفته تلویزیون حبشه رو چه چیز یعنی تماشا کنم. ایوا مسقم ساعتی تمام تلاتو نگاه کن انگار خوابیده باشه جانم. سر و صدا نکن که چی چیز میشه یعنی بیدار میشه براش استراحت چیزه یعنی مفید. یعنی ساعتتو به خانوم آقای مثقف نشون بده همون که روش یه جوجه کار گذاشتن و سر زور میاد دفعه وزده چیک چیک میکنه و میره. ببینم خانوم این جوجه چیزم میکنه تخ. بله بله عزیزم بله این حاج دستمه. ولی ملتحب جان ملتحب جان این که چیز نداره یعنی جوجه نداره. بله حق با شماست مثقف عزیز. پری شبایی و سرزد ناغافلی در واس خود و یک جلده 200-300 تای مهمون ریخت تو خونمون. بعد کوی خانم جوجه یه ساعت و مرد سر بارید جوجه کباب درست جفت مهمون ها بردن بگه نه. مثقف مگه اینا از رو میرن هرچی مونیدی رو دستمون بلند میشن. ببین حالا که این داره یا لطول باش لبخند بزن خمدونای تلاتو ببینم. ولی آخه کسی که حرف چه چیز دار یعنی نه بابا خنده دار بذار یه کسی یه چیزی بگه تا من بتونم نشونش بدم یعنی حالا خونم و چه برسه به دنده. نه این خودی بخندی شاید تو خب تو که همین خندگاه نزن. خب جوش نیار بابا میخندم. بله عرض شود که آقای مثقف دندوناتو دیدم تلاش دو عیاره. چرا یهو خندیدی علکی؟ آره تو دفعه عیار نداره جانم. من یاد برنامه چی چیز جامعه با شما یعنی صبح جامعه با شما اون که بیمهد خنده داده که اون داره علکی میخنده که دندوناشو نشون بده یه کاری بکن. نه خانم من این کارو نمیکنم مثل این مردک علکی به صبح جمعه بخندم. نه این کارو نمیکنم چون نمیخوام اونا فکر کنن که تو به خاطر ثروت همسر من شدی. پس باید یه کاری بکنی که پول میز ما بگی. باشه میگم جناب مثقف ما خوش داریم که امشب میهمانی مثل شما داریم. مگه نکنی میگم که اونا میخوان پولشون رو به رخ ما بکشن تو نباید بذاری. میگم چه چیز جون یعنی ملتق جون جان در این رستوران بنده سه دانگ شریکم بهتری که شما مهمان ما باشید. مگه میشه من یه 5,000 تومانی انعام کنار گذاشتم واسه گارسون مگه نموزنی؟ چرا بودشو سری پیداتونو ببرید 5,000 تومانم شد پول والا اصلا روتون میشه اون ماره شاگرد گارسون ما رو بگو که
50,000 تومان هم آمده. ما 50,000 تومان رو برای شاگرد گارسون گذاشتیم و گنده‌هاش برای خوبش گذاشتیم. خب بگذاریم. این که ناراحتی نداره، امشب رو شما پول بدید، ولی فردا شب حتما با هواپیمای اختصاصی من میریم به پاریس بالای برج ایفل شام مهمون من چطوره؟ حال خوبه؟ بگو اینا میخوان سرنگ بازی در بیارن و پول شامو بندازن گردن ما. یه وقت نکنه خام بشی یا نه بابا جان، حواسم جمعه. اشکالی نداره ملتحب جان، موافقم. اجازه بدید. یعنی چه؟ عجب، من ما میگوری؟ من کیفمو تو خونه جا گذاشتم، یعنی جدن که چقدر حواسم چیزه، یعنی پرته. راستی؟ صحیح. اما خیال کردین که فقط خودتون هستین که کیف پولتونو از حواس پرتی تو خونه جا گذاشتی؟ بنده 100% از شما حواس پرترم. منم کیف پولمو سالیار ساره که تو خونه جا گذاشتم. نداری؟ حالا که اینطور شد، من و مسقط اصلا اشتها نداریم. اوه، خیال کردیم فقط شما ها اشتها نداریم؟ من و شوهر هم اشتها نداریم، نگه من مونده‌ایم. با وجود این من چیز غذاها رو، یعنی پول غذاهایی رو که سفارش دادیم میپردازم. بندم همینطور، اما نه با پول نقد. میگم به حسابم بنویسم. حتمانم میگی بران از حساب چیزت، یعنی پس اندازت که نداری بردارن. آقای مسقف عزیز، گوشت بیار جلو. بگو مسقف جان، بین خودمون بمونه، بنده فردا میام اینجا و شروع میکنم ظرفشویی. ای آقا، راحت هم کردی، چون بندم همین که چیز رو داشتم، یعنی همین دست رو داشتم. پس در این صورت هر شب در رکاب شما به شستن چه چیز قابلمه ها میپردازی. یعنی به عبارت ساده بفرمایید زخم میشوریم، یعنی به قول معروف آدم چه چیز، یعنی جدا و این همه چه چیز، یعنی ادا. آره دیگه، جدا بیدون. عبدالی نفهمیدم؟ جهر ما رو نه ببون، نه تکم، نه واسه چی؟ آخه چطور نمیدونی تو؟ چی باید بگم استاد جون، چطور نمیدونی آخه؟ یعنی چی؟ خب نمیدونم دیگه، آخه مگه چطور شده؟ آبش بیشتر چلو شده، دهن کشیدن ولو. لا اله الا الله، ده خجالت بکش، اینقدر سر به سر من نزار. یعنی چی؟ آخه من نمیدونی چیه؟ نه سال گوسفنده دیگه. سال گوسفنده؟ خب به من چه که سال گوسفنده؟ مگه من گوسفندم که بجا با؟ بلا نسبت. باریکلا، آفری، خوش اومد. بلا نسبت من؟ نه بابا، جلیش. بلا نسبت جیوا جون کار داری؟ لا اله الا الله، ده پسر خجالت بکش. آخه من اگه بخوام یه قبرستونی جایی برم، با چه اطمینانی باید حجره رو بسپرم دست تو؟ ها با چه اطمینانی؟ خیالت راحت باشه اوستا، هر قبرستونی که دلت میخواد برو. من خودم بلدم چه جوری حجره رو بچرخونم. جدی میگی عبدالی؟ به مرگ تو. باریکالله. یعنی چی؟ مگه خنده داره؟ همین چوری گفت داره. یعنی تو میتونی؟ آره میگه باری کلا. یعنی چی؟ بزرگتری گفتن، کوچیکتری گفتن جان من؟ جوش آخو من هم چیز گفتم که یعنی خوش بیدونم. پس میتونی؟ آره میگه لا اله الا
الله. ببینم این حرفا چیه میزنی؟ هیچی، همچنین داشتن تبریم میکردم، یعنی گفتم بیدم چی کار داریم. آها خب بالاخره عبدالی جان من نفهمیدم چی شد. خلاصه تو میتونی این حجره رو بچرخونی یا نه؟ پس چی که میتونم؟ یعنی تو میتونی دیگه؟ بله. باشه اشکالی نداره، امتحان میکنی. باشه ببین عبدالی جان، برای خیال کن من رفتم و تو اینجا تنهایی. آخه تو که اینجایی چجوری رفتی آخه؟ بابا جون مثلا خیال کن من نیستم. آخه تو هستی قربونه برم. لا 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 بابا اینقدر سر به سر من نزا. بابا اصلا خیال کن من مردم. آخه جون من مردم. گریه میکنیم؟ این چه جور گریه کردن یه دیگه؟ گریه خوشحالیه. فهمیدم من مردم تو که یه خوشحالی میکنی؟ نه بابا همینطوری علکی گفتم. آخه میدونی من دلم واسه مردم خیلی مثل میسوزم. باریکلا بگو بیدم عبدالی جا آخه تو واسه چی دلت میسوزه؟ آخه میدونی دلم ولی میسوزه که دیگه کسی نیست سر مردم کلا بزنه. اجالت بکش، حیا کن. من حالا گفتم چی میخواد بکش. بابا جون اصلا تو فکر کن من رفتم مسافرت و اینجا نیستم. خب ببین حالا میخوام ببینم وقتی یه نفر میاد تو چی کار میکنی؟ ها خب اینو از اول بگودی که فهمیدم. فهمیدی؟ باشو ببین عبدالی جان مثلا الان من یه نفر دیگه. خب الان من میام تو مواظب باشو ببینم چی کار میکنیم. باشو برم بیرون. برمیم. ببخشید قربان استادون کجاست؟ خیالت نمیشی؟ یعنی چی؟ با اون دماغ کوفته ای تو دماغ من شده؟ با اون کلنگره بعد احسابی آقا درسته عقل نده شعور نده از در که آدم میاد تو یه جایی وارد میشه یه سلام میکنه اول. بله بله ببخشید حد درسته اشتباه شد باید دمایی بگم. باشه سلام از کلم قربان. سلام ببخشید فعلا وقت ندارم برو تلفنی از من وقت بگی بعدم بیا با من صحبت کنم. حالا اگر اجازه بفرمایید میدونی وقت خجالت بکش دیگه بهش یه چی رو میگم پررو شده. او من بودم آخه اهمیت دادم یه بالا عزیز من جدی باش با مردم جدی برخورد کن جدی برخورد یه کاری بکن مردم از تو خوششون بیا باش بیا. بله بله سلام از کرم قربان. خیلی جدی سلام. خیلی معذرت میخوام. استادون کجا هست؟ فعلا میدونید من این چه جور حرف زدن یه مرد حسابی؟ جدیه دیگه. این چه جور جدیه؟ لازم نکرده جدی حرف بزنی. آقا چجوری باشه؟ آقا چون یه سر بخند لبخشنگ لبخند بزن. جدی لبخندی. آره جدی ولی یه سر لبخند داشته باشه. مردم خود بازاریابی بکن که تو چی رو مردم خالی کاری کرد. سلام از کلم قربان. سلام علیکم. حال شما چطوره؟ حال چی چرا بازی در میاری؟ اون یه لبخندیه دیگه بابا جان. یعنی این که یه چوری مثل آدم رفتار کن. بفرمایید استادون کجاست؟ والا اوستامون چیده میدونی معلوم نیست یا خودش میاد یا خبرش میاد. خبرش؟ آره دیگه. یعنی چی؟ خب منظورم اینکه نامش میاد دیگه. آهان 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 بله آهان و زهر بادون. بله 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 اون بلا نه نه باریکلا خوشم اومد. آفرین خوب یاد گرفتی. الحق که شاگرد منی عبدالیت بچه یاد کردی اوستا. نه حالا اجالت بکن. بله نه منظورم اینه که نه دیگه عبدالیت حالا دیگه من به تو اطمینان کامل دارم. میتونم حجرم رو بسمونم دست تو برم مسافره. نه نه قربونه خیلی خواهم. نه برو با خیال راحت خیال راحت باشه همچین واسه حجرت رو بچرخونم که تا اوم داری سر جیج بری. میگم بهتره قبل از اینکه برم سفرا یه آزمایشی از این عبدالی بکنم. من به اون اصلا اعتماد ندارم. یعنی این که الان اون خیال میکنه من چند روز رفتم سفر باید یه ذره تغییر قیافه بدم و یه کاری بکنم که این پسره یه خیلی منو نشناسه. اینجوری بهتره. Thank you.
سلام از کردم قربان. شام بری برای کام. قربان شما چقدر انقدر خوشحال هستی؟ خب میدونی اگه تا انجای من بودی خوشحالی سکته میکردی. چطور قربان؟ مگه اوستای شما کجاست؟ اوستا سر حمومه. عزیز من، منظورم صاحب این حجره است. صاحب این حجره؟ مرد. مرد؟ پولای مردم رو خورد. نه بابا، یعنی که صاحب این حجره خودم هم چکار داری به من؟ پس شما، نه عزیز من، پس اون آقاه کجا رفته؟ کدوم آقاه؟ او آقاه خیکیه گنده مکه کله کاسه. او شاگرد من بود. میدونی وقتی اینجا در دزدی کرد بیرونش کرده. آره نفهمیدم دزدی کرده؟ آره بابا، اون اصلا میدونی نسل در نسلشون دوز بودن. نه عزیز من، نه جانم، من فکر نمی کنم اینطور باشه. آخه اون خیلی آدم خوبی بود. پس معلومه خود شما هم دوزی ها. من دوزم؟ آره دیگه، آخه میدونی فقط دوزا تعریف میکنم. نه جان من، ولی من شنیده بودم که تو پدرشو در آوردی. آره میدونی پدرش جیببری کرده بود تو زندان بود، من رفتم درش آوردم. یعنی عزیز من تو کلو خودش هم این حرفا رو میزنی؟ آره چرا نمیزنم؟ یعنی اصلا ازش نمیترسی؟ نه که نمیترسم، اصلا میدونی دوتا میزنم تو گوشه. تو گوشه؟ میزنم تو دهنه. دهنه؟ میزنم تو دماغه. تو دماغه؟ چشش زدم، چشش هم در میارم. بفرمایی آقا عبدالی، بفرمایی بزنی تو چش من. سلام علیکم اوستا جون. سلام و زهر ما. اینکی اوزه سلام و درد بیدرمون. حالا من شدم اوستا جون. حالا من دوستم. دیدی اوستا جون قربونه برم، دیدی تو هر قیافه بگیری من خودم میفهمم که تو دوزی. من دوستم خیال کردی من پدر تو در میارم؟ پدر من که زندان نیست که در بیاری. که زندان نیست، اما من مظلومم اینه که دمار از روزگارت در میارم. غلط کردی. غلط صبر کن، صبر کن تا با یه اصلا کن کن. تشکر میکنیم از آقایان جواد انصافی و امیر پارسی که این قسمت رو برای